40 سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد که تثبیت و بقای آن بدون نقض گسترده و سازماندهی شده حقوق بشر ممکن نبوده است. از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی تا هزاران نفر از مقامات زیردست در سلسله اقداماتی دست داشتند که برخی از آنها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. نفرات همواره از مسئولیت مطلق برخوردار بوده و هرگز به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو نشدند. چهره جنایت مجموعه کتابی 5 جلدی است که برمنده های حقوقی 500 نفر از این ناقضان حقوق بشر را با هدف در دست قرار دادن ابزاری برای پیگیری های حقوقی، تشکیل پرونده و شکایت علیه این افراد در حال حاضر و در آینده گرد هم آورده است. جلد اول چهره جنایت برای نخستین بار به شکل چاپی در اختیار همه کسانی قرار می گیرد که برای رفع مسئولیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر مبارزه می کنند تا بتوانند از این اسناد در تلاش‌های خود برای دادخواهی استفاده کنند. در این کتاب پرونده 100 ناقض حقوق بشر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی تا چهره‌هایی که ناشناخته بودند دیده می شود. تا کنون 41 نفر از آنها به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر مشمول مجازات های بین المللی شدند. 25 تن از آنان در نهادهای زیر نظر رهبری، 50 تن در مناصب قضایی، 36 نفر در شغل های دولتی و 1 تن در زمان نمایندگی مجلس مرتکب نقض حقوق بشر شدند. 23 نفر از این 100 ناقض حقوق بشر روحانی هستند. مجموعه کتاب‌های چهره جنایت از انتشارات سازمان عدالت برای ایران گام دیگری است در راستای مسئولیت‌زدایی و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر.